دوست مشترک ما، نوشته چارلز دیکنز، ترجمه عبدالحسین شریفیان، قسمت چهارم. جنی، در این خیال پردازی ها من کسی هستم که می توانم چیزهای دیگر را هم تغییر دهم؟ بله، کاش که این چوب دستی مرا موقتاً می گرفتی و بر این قسمت از پیاده رو می کوبیدی. این سنگ کثیفی که پای من برام می کوبد و یک کالسکه شش اسبه در جا حاضر می شد. ببین، بیا باور کنیم چون این چیزی امکان پذیر است. پیرمرد مهربان پاسخ داد با تمام قلب. مادر تعمیدی، حالا به تو می گویم دلم می خواهد چه کار کنی؟ دلم میخواهد ازت خواهش کنم لطف کنی و یک توسری به بچه من بزنی و او را کاملا عوض کنی. بچه من بچه بدی بوده است. این اواخر خیلی بد شده است. خیلی نگرانم کرده است. در این 10 روز دست به سیاه و سفید نزده و اصلا کار نکرده. دچار توهم و ترس شده و خیال کرده که 4 مرد مسین رنگ که لباس سرخ رنگ بر تن دارند آمدند او را در یک تنور شعله ور بیاندازند. مگر این کار خطرناک است جنی؟ خطرناک است مادر تعمیدی؟ بچه من همیشه کم و بیش خطرناک است. او ممکن است. در این لحظه دخترک کوتوله سر برداشت و به آسمان نگاه کرد. همین حالا ممکن است خانه را آتش بزند. نمیدانم چه کسی میتواند این بچه را برای من بگیرد. تکان دادنش هیچ فایده ای ندارد. انقدر او را تکان دادم که به سرگیجه افتادم. همیشه به او میگفتم تو چرا به 10 فرمان توجه نداری؟ به مادرت احترام نمیگذاری پسرک شیطان. ولی او فقط ساکت مینشست و به من ظلم میزد. ریاه با لحنی دلسوزانه و بازیگوشانه پرسید بعد از او چه چیز دیگری را باید عوض کنی؟ باور کن مادر تعمیدی، میترسم که بعد از این خودخواهی و خودبینی کنم و از تو بخواهم که کمر و پایم را خوب کنی. مادر تعمیدی، این کار با آن قدرتی که تو داری کار خیلی آسانی است، اما برای من ضعیف و دردمند کار بسیار بزرگ و عظیمی است. در این سخنان اثری از گلایه اعتراض آمیز دیده نمی شد، ولی با وجود این سخنان بی تأثیری هم نبودند. بچه؟ بله بچه. می دانی مادر تعمیدی، هر دوی من می پریم توی کالسکه شش اسبه و به دیدن لیزی می رویم. مادر تعمیدی، این حرف من را به یاد یک سوال جدی می اندازد که از تو بپرسم. تو آدم عاقل و فهمیده ی تمام عیاری هستی که فرشته ها تو را اینجوری به بار آوردند و می توانی به من بگویی یک چیز خوب داشتن و آن را از دست دادن بهتر است یا آن را هرگز نداشتن؟ توضیح بده مادر تعمیدی. من حالا بدون لیزی خودم را بسیار تنهاتر و بیکستر از آن زمان می دانم که هنوز با او آشنا نشده بودم. وقتی این را می گفت اشک در چشمانش حلقه زده بود. مرد یهودی گفت بسیارند کسانی که دوستان خوب و دوست داشتنی خودشان را از دست دادند عزیزم. من خودم همسر، دختر خوب و مهربان و پسری که امید آینده بود از دست دادم، اما خوشبختی همچنان باقی مانده است. میسرن اندیشید و در حالی که هنوز قانع نشده بود و با همان استواری خاصی که داشت حیرت زده سخن میگفت اظهار داشت آه مادر تعمیدی، حالا به تو میگویم که بهتر از اول با چه نوع تغییری شروع کنی. بهتر این است که هست به بود و بود را به هست تبدیل کنی و بگذاری همیشه همینطور باشند. پیرمرد به نرمی پرسید این کار درد تو را دوا میکند؟ دیگر هرگز درد و اندوهی نخواهی داشت؟ میسرین با یک ضربه دیگر پاسخ داد کاملا مادر تعمیدی، تو مرا عاقل‌تر و فهمیده‌تر کردی. بعد با تکان دادن چانه و چشمهایش ادامه داد نمیخواهم بگویم که تو باید یک مادر تعمیدی بسیار عجیب و غریب و خارق‌العاده باشی تا بتوانی چنین کارهایی را انجام دهی. آنها در همان حال که این گونه صحبت می کردند از پل وستمینستر می گذشتند و از زمینی گذشتند که ریاه اخیراً از آن گذشته بود.
زیرا هنگامی که از پل لندن بر روی رودخانه تایمز گذشتند، به کنار ساحل آمدند و راه مه‌آلوده تر را گرفتند و پیش رفتند. اما پیش از آن، همانطور که می رفتند، جنی دوست محترمش را به کناری کشید و به سوی ویترین روشن یک مغازه اسباب بازی فروشی برد و گفت: حالا به آنها نگاه کن، همهشان را من ساختم. منظورش یک نیم دایره متشکل از شماری عروسک با رنگ‌های قوس و قزحی بود که لباس مخصوص ورود به دربار، لباس شرکت در ضیافت یا جشن رقص، لباس مخصوص شرکت در گردش سواره، لباس اسب سواری، لباس گردش پیاده، لباس ازدواج، لباس برای شرکت در مراسم ازدواج عروسک‌های دیگر و دیگر مراسم لذت آور زندگی به تن داشتند. پیرمرد در حالی که دستک می‌زد گفت: زیباست، زیباست، چه سلیقه عالی. میس رن شاد و مغرور جواب داد: خوشحالم ازشان خوشت آمد. مادر تعمیدی، پرو کردن لباس به تن این خانم‌ها چقدر کیف دارد، گرچه این سخت‌ترین قسمت کارم است و حتی اگر کمرم عیب نداشت و پاهایم هم ناقص نبود، باز هم کار ساده‌ای نبود. پیرمرد جوری به دخترک نگاه کرد که انگار متوجه نشده بود چه گفته است. میس رن گفت: مادر تعمیدی، خدا حفظت کند. تمام روز ناچارم حرکت کنم و راه بروم. اگر جوری بود که پشت میز کارم می نشستم و می بریدم و می دوختم، کار تقریبا ساده ای بود. اما همین کار پرو کردن دمار از روزگارم در می آورد. ریا پرسید: چجوری پرو می کنی؟ میس رن پاسخ داد: روی هم رفته چه آدم ناآگاهی هستی مادر تعمیدی. نگاه کن، یک اتاق پذیرایی هست، یا یک روز بزرگ در پارک، یا یک نمایش، یا یک عید و ضیافت، یا هر چیز دیگری که میخواهی اسمش را بگذاری. خیلی خوب، من جمعیت را به کنار میزنم و به اطراف نگاه میکنم. وقتی که بانوی بزرگواری میبینم که برای کارم مناسب هست، میگویم: شما مناسبید عزیزم، و توجه خاصی به ایشان نشان میدهم و بعد با عجله به خانه برمیگردم و از روی مدل لباسم میبرم و کوک میزنم. بعد روز دیگر باز میایم و آهسته راه میروم و امتحان میکنم و یک بار دیگر به سر و ریخت او نگاه میکنم. بعضی وقتا راحت اینطور به نظر میرسد که گویا میگوید: این آدم کوتوله چقدر نگاه میکند. و بعضی وقتها خوشش میآید و بعضی وقتها نمیآید. ولی اغلب خوش آمدنش بیشتر است تا نیامدنش. تمام وقت به خودم میگویم: اینجا را باید کمی تو رفتگی بگذارم، اینجا را باید اوریب بدوزم، و با مجبور کردنش که لباسهای عروسکهایم را پرو کند، او را بنده خودم میکنم. میهمانی های عصرانه که واویلا، چون که منظره را باید از لای در دید و از همه بتر لنگان راه رفتن بین پاهای اسب‌ها و بین کالسکه هاست، به طوری که منتظرم یک شب بالاخره زیر دست و پا له و لورده شوم. با وجود این باز هم گیرشان می اندازم. وقتی آنها از کالسکه ها پیاده می شوند و خرامان خرامان وارد تالار می شوند و بعد هیکل ریز و کوتولوی مرا میبینند که پشت شنل پلیس و زیر باران سرک میکشم، حتم دارم که پیش خودشان تصور میکنند که من از صمیم قلب و صادقانه حیرت و تحسین میکنم، ولی روحشان خبر ندارد که الگوی عروسکهای من هستند. بانویی بود به اسم بانو لیدی. یک شب وادارش کردم دو کار انجام بدهد. وقتی از کالسکه پیاده شدم گفتم: انجام خواهی داد عزیزم، و یک راست به خانه رفتم و بریدم و کوک زدم. دوباره برگشتم و پشت سر آدم هایی که کالسکه ها را صدا می زدن قایم شدم. چه شب بدی بود. بالاخره کالسکه لیدی بلیندا تشریف آوردند. کاری کردم که وای چه زحمتی بهش دادم، قبل از نشستن در درشکه پروف کند. آن یکی همان لیدی بلیندا است که از کمر آویزان شده است، همون که با وجودی که مومی است کنار چراغ‌گازی ایستاده و شست‌های پایش تو رفته. چند وقتی که در کنار ساحل رودخانه بودند، ریا پرسید که راه منتهی به میخانه شش بار بر دریای شنگول کدام است.
راه مورد نظر را که یافتند و پس از 2 یا 3 توقف کوتاه جهت حصول اطمینان و دید زدن دوروبرشان به در خانه میس پاترسون رسیدند، وقتی از جام دریچه‌ای به درون نگاه انداختند، به شکوه میخانه پی بردند و میس ابی را بر اریکه ویژه خود نشسته یافتند که در حال روزنامه خواندن بود و خودشان را مؤدبانه و با احترام و تمکین به وی معرفی کردند. میس ابی پس از اینکه نگاهش را از روزنامه برداشت و با قیافه حیرت زده و درنگ کنان، انگار که میخواست پیش از آغاز هر نوع مراوده و گفتگو عبارت خوانده شده را تمام کند، به آنها نگاه کرد. با نوعی درشتی پرسید: خب چه کار داشتین؟ پیرمرد در حالی که کلاه از سر بر می‌داشت پرسید: می‌توانیم میس پاترسون را ببینیم؟ صاحب میخانه جواب داد: نه تنها می‌توانید، بلکه دارید می‌بینید. خانم، اجازه می‌دهید با شما صحبت کنیم؟ در این زمان چشمان میس ابی روی قد و قواره ریز و کوچولوی میس جنی رن متمرکز شده بود و میس ابی برای اینکه بتواند بهتر ببیند، روزنامه‌اش را به سوی نهاد، از جای برخاست و به نیم دری میخانه نگاه کرد. چون چوب دستی میتواند صاحبش را به درون بیاورد و او را کنار آتش بخاری بنشاند و استراحت کند، میس ابی در نیم دری را باز کرد و در حالی که به نظر میرسید با چوب دستی دارد صحبت میکند، گفت: بله، بیایید تو و کنار بخاری بنشینید. پیرمرد با حرکتی مؤدبانه گفت: اسم من ریا هست و در لندن کار میکنم. ایشان دوستان جوانم. میس رن میان حرفش دوید و گفت: یکم صبر کنید، کارتم را به خانم میدهم. و در حالی که سخت میکوشید کلید بزرگ را که در جیب داشت و روی کارت اسمش افتاده بود به سختی جابجا کند و کارت را از جیب درآورد، میس ابی که قیافه حیرت زده‌ای به هم زده بود، یادداشت کوچک را گرفت و دید که به اختصار روی آن نوشته شده است: میس جنی رن، خیاط عروسک ها. عروسک ها در خانه خودشان حضور به هم رساندند. میس پاترسون خیره کنان و حیرت زده گفت: عجب. و کارت را انداخت. ریا گفت: خانم، ما دوست جوان و خودم فرصت را غنیمت شمردیم و در مورد لیزی هگزم به خدمت شما رسیدیم. میس پاترسون خم شده بود که نخ کلاهچه خیاط عروسک ها را باز کند. وی تقریبا خشمناکانه به پیرامون خود نگاه کرد و گفت: لیزی هگزم دختر جوان بسیار مغروری است. هرگز کسی را نمی آزارد، موجب غرور است. در این صورت او آدم مغروری است و اگر چنین نیست، او هم مغرور نیست. مخالفت کردن بی مقدمه این دختر با میس ابی طوری از رنجش به دور بود که آن زن قدرتمند وحشت آفرین را به لبخند انداخت. میس ابی گفت: تو حق داری از کسانی تمجید کنی که سزاوار نیکویند. میس رن ضمن اینکه چانه‌اش را آشکارا تکان می‌داد، آهسته و بی آنکه قابل شنیدن باشد زیر لبی گفت: درست یا نادرست هدفم این است و شما هم خانم بزرگ می توانید چنین کاری را انجام دهید. مرد یهودی در حالی که سند اصلی را که راک سمیت نوشته و ایدرهود آن را امضا کرده بود به دست میس پاترسون می داد، گفت: این همان سند، لطف می کنید آن را بخوانید. میس ابی گفت: قبل از هر چیز بگو ببینم، تا حالا شربت گلابی را چشیده ای یا نه بچه؟ میس رن سرش را تکان داد: دلت می خواهد بچشی؟ میس رن پاسخ داد: اگر خوب باشد دلم می خواهد. باید امتحان کنی و اگر دیدی خوب و خوشمزه است، مقداری آن را با آب جوش مخلوط می کنم و به تو می دهم. پای کوچک ناراحتت را روی آستانه پیش بخاری بگذار. شب خیلی خیلی سردی است و مه هم دست بردار نیست. وقتی میس ابی کمک میکرد صندلی دخترک را به چرخاند، کلاهچه باز شدهش از سرش افتاد. وای چه موهای قشنگی! به اندازه‌ای که برای تمام عروسک های دنیا میشود گیز درست کرد. چقدر زیاد است! میس رن در پاسخ گفت: شما به این میگویید زیاد؟ پس به بقیه اش چه میگویید؟ وی همچنان که حرف میزد یک نوار را باز کرد و رشته های طلایی مو پیرامون سر و روی صندلی ریخته شد و
و تا به روی زمین نیز رسید. مثل اینکه تحسین گفتن میس ابی بر حیرتش بیشتر افزوده بود. به ضمن اینکه بطری عرق را از روی تاقچه بیرون می کشید، مرد یهودی را به سوی خود خواند و در گوشی به او گفت: کوچولو است یا زن؟ جواب داده شد: از نظر سن و سال بچه است، از نظر اتکای نفس و امتحانات زن. میشنی همچنان که در آلاچیق طلاییش نشسته بود و پاهایش را گرم گرم می کرد به خودش گفت: ای آدم های خوب، درباره من حرف می زنید. من نمی شنوم چه می گویید، اما با کم و کیف حقه ها و کارهایتان آشنایم.